احمدی نژاد و معاون اول اون قضایا به جای خودش، ولی برگردیم در واقع شخصی که به عنوان مرکزیت و حکومت مطرح. خب پس کلی فرق میکنه، یعنی یک دفعه در واقع زمینه های بحث مصر، یعنی نمیشود دیگه انقلاب ایران رو یا شرایط ایران رو مصریش کرد به تعبیری که مصری ها به کار میبرن یا عرب ها. از این جهت من گمان میکنم که تدبیری که آقای موسوی و آقای کروبی به کار بردن و منشور رو منتشر کردن و راه اصلاح رو انتخاب کردن، این راهی است که در مجموع کمک میکنه به مصلحت جامعه ایران، به یک راه با هزینه کمتر البته طولانی تر. طبیعی است که در این میان ما شاهد هستیم که دوستانی که یا گروه هایی که نگاه انقلابی دارن، انقلابی به معنای در واقع تغییر رژیم، اونها نمیپسندن. از اول میگن اصلا همین قانون اساسی، همین ولایت فقیه، همین حاکمیت، همین رهبری، همه بایستی برون. کسی مقاله نوشته بود در نقد منشور سبز، بی ویراست یا با ویراست، کلش باید بره. خیلی خوب، این کلش باید برود، یعنی کل تغییر رژیم، این که سخن تازه‌ای نیست. این سخنی است که از آغاز انقلاب هم گروه‌های مختلف مطرح می‌کردن، حتی برای این کار ارتش هم سازماندهی کردن، یعنی نیروی نظامی سازماندهی شده. یک شکل کمدی این نیروی نظامی سازماندهی شده رو خانم امیرشاهی تقریبا با یک قلم استثنایی در اون رمان خودشون در سفر و در حضر نوشتن که چگونه سلطنت طلب‌ها اومدن در خارج پاریس یک زمینی رو گرفتن، میخوان ارتش سازماندهی بکنن. اون رمان رو بخونید ببینید که اون در واقع سازماندهی ارتش چقدر کمدی هست. شکل تراژدیش هم کاری بود که مجاهدین خلق انجام دادن، که امروز ما با قصه در واقع پایگاهی که در عراق داشتن و مسائلی که مطرح میکنه، یک تراژدی است. چند هزار نفر انسان در شرایط زندگی میکنن، خانواده های اونها پشت این پایگاه هستن و نوع در واقع مسائلی که ما با خبر هستیم. پس این در واقع همون راهی بود که یک دفعه فکر میکردن که حتی میشود با سازماندهی نظامی عمل کرد. اونطور به تعبیر شاملو، ما همچنان دوره میکنیم شب را و روز را، هنوز را. حالا دوباره هنوز در واقع همین جهتگیری، همین گرایش، همین که ما میخوایم رژیم رو تغییر بدیم، همین گفتگو با نوکانها، همین حضور ژنرال‌های سابق امریکایی، همین جلسه‌ای که در 19 فوریه در واشنگتن برگزار شد درباره تغییر رژیم در ایران، این هم در هر حال سوی دیگری است که از این جهت من معتقدم که در منشور سبز جاهایی که بحث استقلال تأکید شده و گفته است که جنبش سبز جنبشی نیست که در واقع با حرکت‌هایی که ناقض استقلال هستند به تواند همراه باشد، و چند مورد دیگر همین بحث تکرار شده. یک مورد اشاره شده که با در واقع کسانی که به نحوی از آنها رو به سوی بیگانه دارند یا وابسته به بیگانه هستند، در واقع این جنبش همراه نخواهد بود. تعبیری که هست که به عنوان کسانی که ضد جنبش یا ضد منشور عمل کردند، دو جبهه مشخص کودتاگران انتخاباتی و وابستگان به سلطه‌جویان بیگانه، این ترم رو در صفحه نخست منشور به کار بردن. به شکل دیگری هم در صفحه ششم در واقع باز هم این مسئله مطرح شده که همون بحث جهتگیری استقلالی مطرح شده که این جنبش سبز یک نهضت ملی است، در واقع روی ملی بودن جنبش سبز تاکید شده. و سوم هم اشاره شده که نیروهایی که وابسته هستند به قدرت‌های بیگانه سلطه‌جو، هیچ تردیدی نیست که مهمترین مشخصش امریکاست. در واقع اگر ما بخوایم تفسیر بکنیم همین تعبیری که در منشور ذکر شده که اون نیروی بیگانه سلطه‌جویی که یا قدرت بیگانه سلطه‌جویی که تاریخ ما هم سوابق رو نشان میده کجاست؟ امریکاست. ما در واقع نمونه شاخص دیگری مثل امریکا به دلیل مجموعه موقعیت فعلی نمیتوانیم پیدا بکنیم، ضمن اینکه خب میبینیم که نوکانها هم در این قضیه فعال شدن و اتفاقا میبینیم که یک شخصیت اطلاعاتی امنیتی هم شد رئیس VOA، یعنی کاملا دیگه گفت پری رو تا به مستوری ندارد، چو در بندیز روزن سر درآرد. این در واقع یکی از همون تفاوت‌های شیوه عاقلانه دیگر دستگاه‌های خبری است و شکلی که در واقع آمریکایی‌ها عمل کردن، که یک فردی که کاملا تا سالی پیش مشاور پتراوس بود در عراق و بعد مسئول میز ایران در
دبی با کار ویژه‌ای که برای او تعریف شده بود می شود رئیس وی او ای و بعدا هم خب ما نگاه میکنیم به نوع حرکتی که این مجموعه دارن انجام میدن. من به نظرم به شکل بسیار مشخص و روشن از منشور سبز که آقای موسوی و کروبی امضا کردند، البته دوستان شورای هماهنگی کاش این امضاها رو هم منتشر میکردن که تردیدهایی که گاه پیش آمده اون تردیدها برطرف میشد که این دو نفر دیدن و در واقع این منشور به امضای هر دو نفر هم رسیده، اجمالاً حرکت صدر یک حرکت ملی و مستقل تلقی میکنند. حتی لیبی یک شعاری رو من میدیدم در شهر بنغازی، به انگلیسی هم بود این شعار، قذافی داره بمباران هم میکنه مردم رو، سازماندهی هم کرده برای سرکوب مردم. یک شعار بزرگی در آستانه بنغازی جوانها دستشون گرفته بودن که نه به مداخله خارجی، ما خودمان میتوانیم این کار رو انجام بدیم. No interference, we can do it. در واقع این شعار بود که دست اونها بود. خب طبیعی است که جنبش سبز هم اگر ما بخوایم استقلال کشور و تمامیت ارضی کشور رو آسیب نبینه، یادتون باشه که استقلال کشور و تمامیت ارضی کشور اهمیتش کمتر از جنبش سبز نیست اگر بیشتر نباشه. و من برمیگردم و این سخن رو از مرحوم دارش همایون تکرار میکنم. این سخن سخن مهمی بود که او گفت. طبیعتاً سخن کم هزینه‌ای هم نبود. گفت که در این تکه زمین، در این تکه زمین که کشور ماست، گرچه ما در طول این هزاران سال به تعبیر بیضایی هی کوچک شدیم و کوچک شدیم، ولی این تکه زمینی که الان اسمش ایران هست، این جزء معدود تکه هایی از زمین هست که چند هزار سال هست یک ملتی درش دارن زندگی میکنن. حفظ این مجموعه به عنوان تمامیت ارضی یکی از مهمترین در واقع نگاه‌های استراتژیک که ما در جنبش سبز بایستی باشه. کمترین بهانه دادن، کمترین خوشدلی کردن، کمترین در واقع طرح این که امریکایی‌ها خوب بیان کمک بکنن به ما که اخیراً شروع شده. در همین دو هفته اخیر مقالات منتشر شد که امریکایی‌ها در واقع بایستی کمک بکنن، بدون کمک امریکایی‌ها که نمی‌شود این جنبش سبز به پیروزی برسد. این نگاه در واقع استقلال رو بهش آسیب میزنه. استقلال وقتی آسیب دید، تمامیت ارضی هم قطعا آسیب خواهد دید. یعنی تمامیت ارضی هم آسیب میبینه و ما یادمون باشه که سالهای طولانی است که برای تقسیم کشور ما نشستن و فکر کردند. یعنی کاملا طراحی کردن که این کشور به این شکلی که هست در واقع راحت الحلقوم نخواهد بود. البته قضایایی که در منطقه ما اتفاق افتاد، انقلاب تونس، قدری دورتر از ما مصر و یمن و لیبی، این مجموعه تقریبا اون نگاهی که به منطقه قدرت‌های بزرگ مشخصا امریکا داشتن رو تغییر داد و وضعیت دیگری پیش آمد. ولی اجمالا من معتقد هستم که این وجه نگاه استقلالی به جنبش سبز و ضدیت با هر گونه مداخله خارجی و مخالفت با هر گونه دخیل بستن و توجیه کردن برای دخالت خارجی رو به عنوان یکی از مشخصه های درجه اول این منشور بایستی دید. و نکته آخری هم که به نظر من مهم هست بحثم رو تمام بکنم، ما معمولا ملتی و افرادی هستیم شفاهی، یعنی بیشتر گفتگو میکنیم، بحث میکنیم و به شکل شفاهی نظرات خودمون رو مطرح میکنیم. آقای مهندس موسوی این قدم بزرگ رو برداشتن که خواسته هایی که مطرح میشد رو مکتوب کردن در بیانیه‌ها و در منشور. وقتی که متنی مکتوب شد، اون موقع شما میتونید بگین این نکتهش اشکال داره، این کلمه رو بایستی تغییر داد، این جمله رو بایستی حذف کرد یا اضافه کرد. خوشبختانه این راه رو هم باز گذاشتن، با تدبیر و تعمق این راه رو هم باز گذاشتن که میشود در واقع باز هم کسانی که نظر دارن در مورد اصلاح منشور سبز نظر بدن که این نظرات هم بررسی بشه و در واقع این ویرایش دوم هست، چرا ویرایش سومی نباشه؟ در واقع ذهن انسان و تفکر بدون تجزیه نظر که میمیره. کتابی رو امروز من نگاه میکردم، آخرین کتاب نصر حامد ابوزید هست، درباره این که نسبتی که بین تجدید نظر و قدرت و زنده بودن اندیشه است. اندیشه‌ای که فکر میکنه که دیگه نباید تجدید نظر کرد، میمیره، توی یک تونل تاریکی قرار میگیره و گمان میکنه که او حقیقت محض هست و متوقف میمونه. طبیعی است که منشور سبز هم به عنوان یک کار جمعی محدود که اشاره میکردن که
در شرایط امنیتی ویژه این منشور نوشته شده، نیاز به اصلاح داره، نیاز به اضافه داره، نیاز در واقع به نکته‌هایی داره، حتی نیاز داره به این که بعضی مواردی که اشتباه املایی هم پیش اومده، یکی از نکاتی که آقای مهندس موسوی در نوشته ها و گفتگوهاشون معمولا استفاده میکردن واژه بزنگاه هست. من دیدم که تو تمام نسخه هایی که از منشور ایرایش دوم چاپ شده شده پرتگاه‌های تاریخی. این پیداست که خب اشتباه کردن دیگه، خب لااقل این در واقع اشتباه نگارشی است که بزنگاه یک چیز دیگری است، پرتگاه یک چیز دیگری است، کاملا متفاوت و از این قبیل. به لحاظ مفهومی هم همین جور هست، یعنی در واقع اون نکاتی که میشوند نظر داد. اما این نکته مثبت مورد نظر من بود که وقتی مدعاهای ما و آرمانهای ما یا مطالبات ما مکتوب میشود، بند بند توضیح داده میشود، این گام خیلی خیلی بلند است که ما برداشتیم و این مقدمه است برای انباشت تجربه ها. چون یکی از مهمترین نقص هایی که ما داریم به لحاظ فرهنگی و سیاسی در کشور خود ما، یا اساسا ما شرقی ها به یک معنا، عدم انباشت تجربه هاست. تجربه وقتی که نوشته میشود میشود منشور، انباشت پیدا میکنه. بعد ما میتونیم بگیم که این ویرایش اول بود، این ویرایش دومه، برای ویرایش سوم باید این موارد رو اصلاح کرد و اضافه کرد. که از این جهت هم من اعتقاد دارم که یک گام بسیار بلند و مهمی در تاریخ سیاسی کشور ما برداشته شده. با تشکر.